به دنبال سلسله حمایت‌های پارلمان‌های کشورهای آمریکا، فرانسه، ایتالیا، کانادا طی چند روز گذشته و در آستانه سالگرد انقلاب ضد سلطنتی، امروز در نروژ شاهد حمایت پارلمانترهای نروژی از قیام مردم ایران بودیم. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای پرویز خزائی که هم اکنون با ما روی خط هستند. آقای خزائی سلام می‌کنم به شما. شما خودتون در جلسه امروز حضور داشتید، لطفاً ابتدا ما رو در جریان جزئیات این برنامه قرار بدید. من سلام میدم به شما و دستندرکاران. همانطوری که اطلاع دادید این روزا کارزارهای مهمی در جاهای دیگه هم انجام شده، جلسات مشاوره‌ای در کشورهای مهم آمریکا، جاهای دیگه و اروپا و کنفرانس عرب اسلامیک. در این راستا هم ما با کمک یک ترکیب بسیار خوبی از احزاب سیاسی و کسایی که واقعا مقاومت ایران را خوب می‌شناسند، یعنی تقریبا از همه احزاب، امروز یه جلسه بسیار مهم و جدی در خود پارلمان بود، در یکی از این سالن‌های پارلمان بود که علاوه بر مهمون‌های خود نروژی و شخصیت‌ها و وزیر سابق نروژ و کسای دیگه و شخصیت‌های کل که تو مجلس بودن احزاب مختلف، مهمون‌های خیلی مهمی هم داشتیم. همونطور که می‌دونید نخست وزیر سابق ایسلند گر هایرده و آقای سورنسون و دیگه کسایی که از وزیر دیگه فنلند ایسلندی و وزیر سابقی از فنلاند آقای کیموساسی و آقای سورنسون هم که از انگلیس آمده بودن و جمعی بودن، خلاصه بسیار رنگارنگ با طیف‌های مختلف و برنامه بسیار مفصلی اجرا شد که شاخصش هم خود سخنرانی مستقیم خانم مریم نجفی پرزیدنت منتخب شورای ملی مقاومت بود که بسیار 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 مؤثر و خوب بود و یک سری هم صحبت شد. در پانل من هم صحبت کردم و مقایسه کردم که مشای متغیر تاریخ را در احزاب مختلف و ایدئولوژی های مختلف که یکی اومده از خود از اون جنس همون تفکر اومده قشنگ دفرم کرده علیه برنامه‌گرایی، علیه کسایی که چیز سوء استفاده میکنن از دین یا از ایدئولوژی، حالا چپ راست هر کی چیز که مسئله خود چیز زدم. آمده این فشاد آقای مسئول رجوی که از همون موقع هم آقای مسئول رجوی جلو خمینی ایستاد و گفت این اسلام اومانیست، اسلام و آزادی، دموکراسی، پلورالیسم، حقوق زنانه که خمینی همونجا دیگه قطع کرد و رفت و بعد دیگه داستان مقاومت شروع شد علیه این فاشیست واقعا خونخوار آدم کش. این بود که بعدم بیشتر کسای دیگه هم صحبت کردن، هر که دید خودش جلسه رو چیز سازمان های جوانان ایرانی نروژ هم اسپانسر کرده بودن که اونا دعوت کرده بودن که طیف بزرگی از همه کسای مختلف اونجا بودن، از زندان انجمن زندانیان سیاسی و از نمایندگی حکومت هم خوب بودیم اونجا و صحبت کرده. من معتقدم بسیار بسیار جلسه موفقی بود و حتما داستانش و شرح انتشارش رو از امشب و فردا خواهید دید. بله خیلی ممنون. اهمیت حمایت پارلمانترهای نروژ از قیام مردم ایران به ویژه در سالگرد انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران چیه؟ ببینید در سالگرد اون چیزی که خانم رجوی هم درستی گفتن، این داستان دیگه قابل برگشت نیست و این دیگه کمری از رژیم شکسته سر همین موضوعی این فاشیست دینی که برقرار کرده و جنبش بزرگ جهانی که باید هم ایران هم زنان هم مردان و هم جهان تشکیل شده، این قابل برگشت نیست. اونجا باید کار کرد. این محال ممکنه که دیگه اوضاع برگرده، یعنی یک کمری از این رژیم و دستگاهش شکسته که غیر قابل ترمیم نیست و پیروی از آن ملت ایرانه. ولی خب ما باید هماهنگ باشیم، جمع شیم، با هم باشیم و کار کنیم. نیروهای مترقی از هر تا اینجا که به
جمهوریت و آزادی و دموکراسی چیز میشه، مربوط میشه، این کارا رو انجام بدیم تا اینکه به سر منظور مخصوص برسیم، که من متعهدم این بسیار بسیار مورد توجه قرار گرفت این صحبت‌های خود خانم رجوی هم و نشون داد که دیگه اوضاع به قبل بر نمیگرده، رژیم در حال واقعا فروپاشی است. منتها خوب چیز خوبی هم که گفتن این بود که چون سرکوب میکنه، چون میکشه در پایان کار مثل بقیه سیستم ها، مثل هیتلر و بقیه و موسولینی و پولپوس و اینا، این چیز که مسئله خود من بود که اون باید سازماندهی بشه که هست، فاقامت سازماندهی بشه، کانونهای شورشی رو تشریح کردن و من مزادم بسیار خوب این تشریح شد و جا افتاد برای کسا که این همجوری راحت راحت نیست که راحت الحلقوم رژیم خونخاری بیفته تا اونجایی که بتونه میکشه، ولی خب دیگه الان دیگه تیغش هم خیلی داره کل میشه و بعد از بین خودشون هم شقه شدن و خلاص از هم پاشیدن ماله. و جمع جلوش کردنش دیگه برایشون سخت مونسا تاکید کردن بعد ساز مقامت سازمان یافته و کانون های شویش. با سپاس از شما آقای پرویز خزایی که در این گفتگو همراه ما بودید، خیلی ممنون و خدا نگهدار.